محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین سفرش به اسلام آباد پس از انتخاب عمران خان به رئیس صدر کشور امروز در پشت درهای بسته با صدر پاکستان دیدار کرده است علامه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که بر علاوه مسائل امنیتی موضوعات سیاسی تجارتی آموزش و روابط مردم دو کشور نیز از اجندای دیدار دوجانبه است جزئیات دیدار آقای غنی با امران خان در پشت درهای بسته تا هنوز نشر نشده است اما رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با شامحمود محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که این سفر به ملت‌های دو کشور نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت و نقش فعال پاکستان را در همکاری‌ها و اتصال منطقه‌ای ترغیب کند از جانب دیگر طبق خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آقای غنی از تلاش های آن کشور به منظور پیشرفت روند صلح در منطقه ستایش کرده و از اسلام آباد خواسته است تا در آوردن گروه طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان کمک کند مقامات پاکستانی گفتند که آقای قریشی نیز بر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که اسلام آباد همچنان به حمایت کامل خود از تلاش های مداوم کنونی در راستای صلح ادامه می‌دهد. سفر آقای غنی چند روز پس از آن صورت می گیرد که پاکستان هفته گذشته میزبان ده رهبر سیاسی افغان در یک کنفرانس صلح بود تا راه را برای مذاکرات بین افغانی هموار سازد این در حالی است که قرار است روز شنبه هفتمین دور ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود کابل و واشنگتن همواره پاکستان را در حمایت از گروه های دشت افغان مسقردران در آن کشور متهم ساخته و خواهان کار بیشتر اسلام آباد در مبارزه با دشت افغانی شدند. این در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده مشغول دیدار از هند است. آقای پامپیو روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون اندیا تودی ابراز امیدواری کرد که پاکستان مسیر درستی را برای سرکوبی بنیادگرایان اسلامگرا انتخاب کند. آقای پامپیو گفته است فکر می کنم انتظار و خواست یالات متحده از پاکستان بسیار واضح است آنها نمی توانند از ترور حمایت کنند چه ترور و دهشت در امتداد سرحت با افغانستان و پاکستان و یا هم ترور و دهشتی که از پاکستان وارد هن می شود آقای پامپیو افزود که حکومت به رهبری دونالد ترامپ تهدید ناشی از پاکستان را به مراتب جدی تر از حکومت به رهبری باراک اوباما گرفته است آقای پامپیو به اندیا توده گفته است که هنوز هم کارهای زیادی داریم که انجام دهیم اما به عنوان یک دیپلمات همواره امیدوارم که پاکستان مسیر درستی را انتخاب کند که فکر می کنم بهترین نتایج را به مردم پاکستان به ارمغان خواهد آورد ماک پامپیو وزیر خارجه امریکا قبل از سفر به هند به افغانستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز رفته بود تا اعتلاف جهانی را در مبارزه علیه ایران شکل دهد ده قدیر مشرف تلویزیون آشنا صدا واشنگتن